والا بابا رو یادش رفته، گیر داده میگه من عمه نمیشم. میگم جیلان حواسشو با یه چیز دیگه پرت کن. با چی؟ گیر داده میگه داداشم بچه دار نمیشه. خب شاید شد، شاید بچه دار شد، معلوم نیست که، شاید یه اوی 5 تا بچه آورد. اون از کجا میدونه؟ شاید طرف مقابلش هم بچه خیلی دوست داشته باشه. ای بابا جیلان، جیلان گوشت با منه؟ آبجی علی اینجاست. جیلان یه چیزی بهش بگو. ولش نکنی یا جیلان. بهت زنگ میزنم آبجی. جیلان علی میشه حرف بزنیم؟ علی چه حرفی بزنیم جیلان؟ 2 دقیقه تو رو خدا ننکو. نگاه کن از اینجا هم بگیرم. ای عزیز مامانش، ای داییشه داییشه داییشه، بیا بیا بیا. آبجی زود عکستو بگیر، باید برم. باشه میگیرم جیوان جان. حالا تو بوش کن بوش کن. ای بوی بهشت میده. ای بو کن بو کن بو کن. آبجی باهو جانو واسه چی آوردی اینجا؟ ورزش. آخه چه ورزشی؟ این بچه هنوز نمیتونه گردنشو نگه داره. انعطاف بدنش بالاست که نمیتونه نگه داره. صاحب اینجا هم عینیه، برامون کارت دعوت فرستاده، رایگانه. منم گفتم دوتایی با داییش یه روزو با هم بگذرونیم. ببین عزیزم ببین. خب همگی خوش اومدید. ممنونم. آها آبجی بیا اینو بگیر من برم. قسمت دادم. آبجی اول تو چشمای بچه‌مون نگاه میکنی و بعد در ادامه پاهاشو تکون میدی. تو پاهاشو تکون بده. باشه تو چشماشم نگاه کن. چشماش. ای خانم معلم میشه کنار هم ازتون عکس بگیرم؟ ها باشه. آبجی اینجوری؟ بله خانم. ماهو جانو بگیر وسطتون. به هم نزدیک بشید، به هم نزدیک بشید. آفرین. ای ای چقدر به هم میاید. میشه خواهش کنم شما هم از من و داداشم و باهو جان عکس بگیرید؟ آخ آبجی به جونتی که دیرم شده. کاش تو هم اینجوری بچه داشتی. منم میخوام عمه بشم. حق ندارم، دارم دیگه. بگیر بگیر. تو رو خدا یکی دیگه بگیر. بوش کن بوش کن. بله همه یه شیرینی ها حاضرن. چند تا ظرف بکشیم؟ دوتا معزز، دوتا هم سلیم، دوتا هم اسم اون همسه همون که دختر دم بخت داشت چی بود؟ ششتا منتظر خودت و دخترت هستیم نهیره. آره جیدا بیاد با هوجانو ببینه. مگه نه؟ ببین بچه بگیره دستش عادت کنه دیگه. وقتش رسیده اونم میخواد بچه دارشه دیگه. دیر نکنین ها نهیره. ما منتظرتونیم. صالحه چی گفتم؟ والا همشون دارن میان. نهیره دختر دم بختم داری؟ آره جوون تحصیل کرده از خوشگله. والا عمه ممکنه خیلی خوشگل باشن ولی داداش جیوان خوشش نمیاد. حالا بیاد یا نه یا تو دخالت نکن. ای بابا والا کلی آدم خبر کردی. بالاخره یکیشونو میپسنده دیگه. اول باید حسنا بپسنده. نه عمه اون چطوری میخواد تصمیم بگیره؟ 3 تاشونو با هم میبینه. اونی که از رفتار و منش و اخلاقش خوشش بیاد و انتخاب میکنه. دقیقاً این مسابقه میمونه. خب ما هم داوریم. برنده رو با جیوان آشنا میکنه. باشه فقط بعدن مشکلی پیش نیاد. آی دیگه خیلی دیره، کار از کار گذشته. آره حسنا دیگه ول کنه ماجرا نیست. مگه ول میکنه جیوانو؟ ای خدا، ای آسمان، ای فلک، ای زمین. قربانم، مر با سس پستو، 2 پرس رشته با گردو و گوجه همراه با یه سالاد سزار. همین الان آماده میشیم. خسته نباشیم. ماهر گرم کنه تا درو بردی؟ آره دیگه، والا آبجی یادگار امروز خیلی دلم نمیخواست گرم کن بپوشم. اینجوری خوبه دیگه نه عارفه؟ آره خیلی.
خب ما به اون تیپ دادت کرده بودیم، ولی اینجوری هم خوشتیپ شدی. جدی؟ عارفه یه لحظه بیا. کجا؟ ماهر روی اون میز آرت هست، میخوام نون پنیری شور درست کنم. خیلی خوب باش. دیگه نون پنیری شور با پنیر لور، من تازه اومدم، واسه چی تو عمل انجام شده میذارم منو؟ من تازه اومدم تو. ویلش کن بابا. بیا بیا. به خدا این منو دیوونه میکنه، خوش خندم به جون خودم دیوونم میکنه. شلوار بهت میاد؟ شلوار؟ به اندازه گرم کن راحت نیست، ولی خب جایی که عارف گرم کن نپوشه ما هم کاری به ورزش اینا نداریم. یه خبر گنده برات دارم. چی؟ ترررم. این دیگه چیه؟ بختک. ها؟ شوخی کردم بابا، عدل دیگه همون خواننده انگلیسیه. خب اونو که خودم میدونم، ولی عکس عدل الان اینجا چی کار میکنه؟ برای اینکه الکی به خاله حسنا بگیم بختک اینه خاله حسنا. ماه شوخی میکنی؟ آره؟ نه بابا شوخی چیه؟ مگه خاله حسنا دنبال آبجی یادگار نیست؟ چرا خوب؟ خب دیگه ما هم میگیم بهش که این عکس رو تو رستوران داداش جیوان پیدا کردیم، برمیگردیم بهش میگیم خاله حسنا نامزدش همینه دیگه اینه. ولی اگه بفهمه چی؟ نمیفهمه. یعنی واسه اینکه بفهمه عدل باید آواز عینی بخونه که اونم خب غیر ممکنه دیگه. نظرت چیه؟ بگو ببینم. خب یعنی زن توپوری هم هست، ممکنه خوشش بیاد. آره دقیقاً. استاد یادگار خبری از سرآشپز نداری؟ نه الان میاد. مهمونمون تماس گرفت، گفت یکم دیگه میرسه. یکم دیگه؟ بله، ولی غذا نداریم، حالا چی کار کنیم؟ بقیه چیزا را آماده میکنیم، ولی غذای اصلی و جیوان میخواست بپزه. ای خدا. آبجی گفتی نیم ساعت، ولی یه ساعت شد، من چطوری برسم حالا؟ جیوانه هم بزن کنار. آبجی به اسم عکس گرفتن هیچ آدم و میز و درخت و جک و جونوری نمون که کنارش وای نستم. یه دونه شکلات دیگه هم میخوام بخورم. وای اینجا کیکم هست، کیک خامه ای بیارن. بزن کنار، دارم بالا میارم. نمیشه آبجی، نمیشه. ماشین گرفتت هم جیوانم. آبجی ای خدا الان بالا میارم. ای ای خدای من الان میارم بالا. ای ای وقتی بابا ما رو بروم دیدم موندم چی کار کنم علی. اگه اونجا ولش میکردم میرفتم، دیگه هیچ وقت منو نمیبخشید. میفهمی چی میگم؟ حق داری. تازه اگه میرفتیم هم نمیتونستیم برگردیم. میدونم نمیتونستیم برگردیم. خب من بی خودی اون کارا رو کردم، ولی آدم وقتی عاشق میشه همه چی رو به جون میخره دیگه. چشمش نه دیگه مادرش میبینه، نه پدرش و نه هیچ کس دیگه. علی من چند روز خونه ماهر میمونم. مامانم از رستوران رفت، بابام نتونست تو صورت دوست چند سالش نگاه کنه، ولی خانواده تو ناراحت نشدن. راست میگی، آره تو کار درستی کردی. کی گفته اونا هم ناراحت شدن؟ مگه ما با هم در این مورد تصمیم نگرفتیم؟ به هم قول ندادیم که یه عمر کنار هم بمونیم جیلان؟ قسم نخوردیم؟ ولی نتونستیم از جامون تکون بخوریم. شاید هم فرار فکر خوبی نبود. به نظرت یکم دیر اینو نفهمیدی؟ بیا جمال رسیدی. اینجاست؟ تو آگهی اینجوری نوشته. بهایدین تو این همه سال افتادی یا باز پاشدی، ولی همیشه آقای خودت بودی. ببینم تو مطمئن نمیتونی واسه یکی دیگه کار کنی؟ کار نکنیم چی کار کنیم؟ من 3 تا بچه دارم، یه خانواده بزرگ دارم، چاره ای ندارم. اگه لازم باشه سنگم حمل میکنم، ولی باز کار میکنم. بیا. ما واسه یه این آگهی اومدی. اینجا نوشته استاد جمبا. شما بشینید، من به استاد خبر میدم. بابا علی خیر باشه پسرم. هیچی بابا، نشستیم حرف زدیم. استاد بابا من میرم خونه. باشه دخترم. یادگار آبجیم گیر داد که میخوام همه جا رو بگردم. باهو جانم پیشش بود، چه میدونم میخوام بهش شیر بدم، میخوام پوشکش رو عوض کنم، وایسه یه شکلات دیگه بخورم. تو رام حالش بد شد، تازه رسوندمش خونه دارم میام.
مهمونمونم داره میاد جیوان، قضا نداری؟ رشته که حاضره، دسرم که با توه. قضای اصلی چی؟ میرسونمش. چه جوری؟ یادگار همین الان که نمیاد، یکم معطلش کنید خودمو میرسونم. جیوان موستا یادگار پسر یه دقیقه صبر کن، نمیبینی داره با تلفن حرف میزنه؟ چی شده؟ مهمونمون رسیده، سراغ سراشپزو میگیره. نه بابا. آقا نجات، بازم خوش اومدید. من یکم زود اومدم، انشالله که مشکلی نیست. این چه حرفی قربان؟ ما حاضریم. ممنونم. آبچی یادگار، الان دسر داریم؟ نون پنیری هم داریم. ماهر، این آدم واسه ما خیلی مهمه. یعنی اگه از غذاهامون خوشش نیاد یه چیزه، ولی یعنی چی که غذای اصلی نداری؟ نمیشه از اون یکی غذا بهش بدی؟ نمیشه، داداش جیوان واسهش منوی مخصوص درست کرده. آره عارفه، نمیتونیم هر چیزی رو بهش بدیم. خب چی کار کنیم؟ چی کار کنیم؟ تا جیوان بیاد باید معطلش کنیم. چجوری معطلش کنیم؟ آبچی یادگار طرف اومده اینجا نشسته. فهمیدم. فهمیدم. ماهه. آها، آخ اینجا رو خیلی خاروندم، زخم شد. روستا بهایتین، کوبیده، کباب بره، شیشلیک، همون چیزایی که بلدی دیگه. بره بره. خیلی خوب، پس اینا رو بگیر که بریم آشپز خونه. این چیه؟ لباس کار دیگه. روستا پیشبند میپوشه، لباس کار نمیپوشه. اینجا قانون اینه، همه روستاهای گوش لباس کار میپوشن. بهایتین باشه جمال، پس با میپوشیم دیگه. از این طرف. خب اگه بفهمه چی؟ نمیفهمه بابا، نمیفهمه. الان شبیه اونایی هستی که حساسیت داره، زمان بندیمون جور جور عارفه. مگه من اینو میگم آخه؟ من میگم اگه من تابلو کنم چی؟ نمیکنی، نمیکنی بابا. تو دختر خاله حسنایی، ادا درآوردن تو ژن توه، راحت باش. آی وای خدا، اینا پخت خودمونن آقا نجات، با دستور مخصوص سراشپز. پنیر لور با نمک، بفرمایید. نوش جونتون. حتما سراشپزتون تو آشپزخونه هست. ایشون دارن غذای اصلی آماده میکنن، وگرنه همه چیز حله، فقط یه چیز کوچولو مونده. منم میتونم برم پیششون. آشپزخونه؟ نه نه نه، اصلا لازم نیست، خودش الان میاد. بله میاد. من الان صداش میکنم. آها باش. بله بله منتظر. البته من نمیتونم ماهر. بیا بیا، میتونی بیا. ماهر خیلی کار مسخره ایه. مسخره است، برای کار دیگه ای نداریم که انجام بدیم، چاره ای نداریم عارفه. بیا دیگه، بیا عارفه، بیا. تو میتونی، تو میتونی. چی شد؟ خوبی عارفه؟ نفس نمیتونم بکشم. چی شده؟ نمیتونم، منم نفهمیدم عارفه. عارفه حالت خوبه؟ یه دقیقه، یه دقیقه، فکر کنم حساسیت شد کرده، گلوش باد کرده، نفس هم نمیتونه بکشه. دکتر عارفه چی شده؟ باید بریم دکتر. پسر بودو، بودو ماشین رو بردار بیار برو. ماشین نیاوردم، منو دوستم رسوند اینجا. حالا چی کار کنی؟ خب یه تاکسی خبر کنی. اینجا تاکسی گیر نمیاد آخه. وای ماهر، حالا ماشین از کجا گیر بریم آخه؟ من دارم. نمیشه قربان، شما الان غذاتون داره میاد. نه نه نه، نمیشه، غذاتون داره میاد. ماهر برو یه تاکسی پیدا کن. چیزی نیست، یه غذاست دیگه، سلامتی مهمتره، وقتی برگشتم میخورم. بیایید بریم، بریم، بریم. آقا نجات نمیشه که. شما زحمت نکشین بابا. آره آره، ماشین بیرونه، بیایید بریم، زود باشید. باشه دیگه، کاریش نمیشه کرد دیگه. بگیرش آروم آروم. بیارش عارفه. عارفه بیا. خدا خودش دکتر چی شد؟ آروم باش، آروم باش. چی شد دکتر؟ چی شد یهویی نفهمیدی؟ مطب دکتر. ها دکتر باشه، من الان بهتون میگم، بزنین سوار شم. خیلی خوب، ماهر خبر بدین. باشه آبجی یادگار. آقا نجات کتتون. متشکرم. من پسر، کاپشن مارم بده پسر، مال مارم بده، بده بیا. خیلی خوب، دمت.
برین دیگه، برین. خدا برید آقا، برید. جیوان یادگار چی شد؟ مهمونمون کو؟ با ماهر و عرفه رفت دکتر سرش بست. چی؟ بیا بریم تو، واسه تعریف میکنم. بیا مبارک باشه حسنا، چه پسر خوشگلی داری. ممنون عزیزم. دختر تو هم بزرگ شده ویلدان، چند سالشه؟ 25 سالشه. خدا حفظش کنه. ممنون. امه هم یه دخترای دم بخت محل خیلی لاغرن. میشناختشون دیگه حسنا؟ خوشت نیومد؟ من نباید بپسندم، باید واسه جیوان مناسب باشه. من از رو تیپاشون میگم زیاد مناسب نیستن. باهو جانو میبینن و میرن، حالا حتما لازم نیست یکیشونو واسه جیوان بگیری. که لیوان چایو کجا بذارم خاله حسنا؟ من برمیدارم عزیزم، برمیدارم. آره بذار رو میز هاچیک برمیداره. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتیمنت. دختر خوشگله ولی کتش بهش نمیاد. آره کتش بدش کرده، قد دامنش هم قد خودشو کوتاه نشون میده. نه آب جد داداش، جیوان اینو میخواد چیکار؟ جیوان لاغر دوست داره. آره لاغر و مو بلند. تو از کجا میدونی؟ آه اینم امروز جیوان شناس شده، داداش جیوان اینو دوست داره، داداش جیوان اونو دوست داره. خاله حسنا میخوام دستامو بشورم با هوجانو بغل کنم، دستشویی کدوم طرفه؟ ای خدا چه دختر تمیزی، بالاست دخترم. باشه من اینو پسندیدم حسنا. آره منم تمیزه. چایی حاضرنم. حسنا هم گیر داده آها چیک. آره یعنی به همین راحتیام نیست، یه دختر پیدا میکنه ازش خوشش میاد، جیوانم از اونی که اون خوشش اومده خوشش میاد. میبینم که تو هم هیچ دختری رو نمیپسندی. چی آبجی؟ یعنی آبجی حسنات راست میگه، انگار میدونی داداش جیوانت کیو دوست داره، با کی نامزد کرده. نه امی من از کجا بدونم، شما میدونی؟ خیلی خوبه. همه تو رو خدا با داداش جیوان حرف بزن. ها چی؟ همه خدا بیشتر از این نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. آبجین وقتی میگه یه چیزی رو پیدا میکنم پیدا میکنه. بهت قول میدم تا شب یه آب رو ریزی بزرگ را میفته. تو از کجا میدونی آچیک؟ من دیدم. تو چی؟ منم. ببین شما عمی بزرگی، باید حرف بزنی. برو با داداش جیوان حرف بزن، بهش بگو یا خودش به آبجی میگه یا آبجیم خودش میفهمی، راه دیگه ای وجود نداره. چی دارید میگید؟ چی داریم بگیم آخه؟ چایی دم کشیدم. من از دختر نیره خوشم اومد، دختر تر و تمیزه، از سلیقش هم خوشم اومد، به نظر من خوبه. اینقدر زود تصمیم نگیر حسنا. آره آبجی ببین بهشون بگو دیگه خونمون نیان. خب اینم یه چیزی زیر زبونش هستا. هاچیک هاچیک اومدم اومدم. هست هست. نه بابا پرس قمرم، یه بوی عطر زنونه ای تو حیات پیچیده که نگو و نپرس. ببین به تال تازه آشتی کردیم، یه نگاه به این دختر رو بندازی تیکی پارت میکنم. قرص قمرم بیا ببینم. بیا 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 بیافت جلو، سرتو بنداز پایین پایین پایین. نره به کسی نگاه نمی کنی یا فهمیدی یا نه؟ ای به تال خوش اومدی پسرم. ممنونم امی جان. به تال دامادمونه. سلام. سلام مبارک پسرم. ممنونم. خوش اومدی. ببین چقدر نازه ماما. آره هوای این واسه پوست من خیلی خوبه. نمیگه به تال با حجمانو داره میگه. آه.
خیر باشه عمه جان، چه خبری؟ داریم واسه جیوان دختر انتخاب میکنیم. چایی ها اومدن، بفرمایید. یاقیز خردل میخوام، اینجا سرش بزن، توش روغن زیتون و نمک و شکرم. همین که آماده بشه تو تابه هم میزنی. آره تموم شد جیوان؟ داره تموم میشه. یاقیز از اونجا یکم ریحون میاری؟ اون چیه؟ اینم پیازه اینه. تلفنی از شوهر خواهر پرسیدم، گفتم شاید تو نیایی. آها چیزه، عارفه، از عارفه اینا خبر نداری؟ عارفه اینا منتظر خبر ما. خوبه. سرآشپز، غذای اصلی میرسه. یعنی غذاها حل، اما زمان غذا خوردن تموم شده، تو رستوران مشتری نمونده. وقت نهار تموم شده. میگم رستوران خالی تاثیر بدی ایجاد نکنه. حالا چیکار کنیم؟ چطوره چند تا میز مشتری جور کنیم؟ نظرتون چیه؟ جیوان یادگار، غذا رو رسوندیم ولی دیگه وقت نداری مشتری جور کنیم. تو به عارف اینا زنگ بزن بگو غذا داره آماده میشه، میتونم برگردم. باشه؟ باشه. بچه آدرس این دکترم خیلی دوره، خیلی مونده بهش برسیم؟ نه 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 نه، خیلی نمونده، ولی دکتر خیلی خوبیه، مطمئنه. امه جانون دختر درازه نمیشه، خیلی لاغره، ببخشیدا، یعنی اصلا جون نداره، قدرتی هم نداره. بلنده بهتره. حسنامونو پسندی؟ نه اونم انتخاب رنگش بده. بگو دخترها هم بیان شب، منتظرتونم. چشم خاله حسنا. آفرین عزیزم، به سلامت گلم، به سلامت. ببند 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 همش. بیر 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 بیر. آبجی هاچیک، من از این تو چه خوشم اومد. شب جیوانم ببیندش قبول کنه، دیگه کابوس بختک تموم میشه. آبجی داداش از این اتفاقا خبر داره یا نه؟ نه امروز واسه بهایدینم روز مهمیه، واسه همونم نگفتم. شب بیاد خونه بهش میگم غافلگیرش میکنم. آره اونم چه غافلگیری؟ تو چه خوبه جیلان، وقتی بچه بود میآوردیمش این پار. میدونم، ما هم علیو میآوردیم. جیلان گیر میداد بابا تاب میخوام، بابا تاب میخوام. صبح سوار تاب میشد، شب میومد پایین. عارفه رو که نمیشد یه جا نگه داشت، از تاب پیاده میشد سوار سرسره میشد، از سرسره پیاده میشد میرفت با پسرها تو بازی میکرد. همیشه میگن بچه ها که بزرگ میشن درداشون هم بزرگ میشن. این بچه ها بچه های خوبی هم بهای دین. اونشو میدونم، ولی دره دیگه، هر فالیش نمیشه. دوست داشتنشون عصبانیم نمی کنه، فرار کردنشون عصبانیم می کنه. تو هم میخواستی فرار کنی، یادت رفته؟ تو آنت بهم گفتی جمال اگه حسنا رو بهم ندن فراریش میدم. ما اون موقع جوان بودی. خب اونم جوانن دیگه. علی قسم خورد، گفت میخواستیم چند روز فرار کنیم بعد برگردیم، زیاد نمیموندیم. بهایالدین یه اشتباهی کردن دیگه، مگه خودمون جوان بودیم اشتباه نکردیم؟ چی کار کنیم؟ هر چی تو بگی. بذار پیشت بمونی جیلا، سردت که نیست؟ نه من شنیدم عارفه هم حساسیت گرفته. از طرف من بلا به دور بهش بگو. تو رستوران دایی من میخوای بریم ببینیمشون؟ نه جیلان من دیگه میرم، خداحافظ. علی تموم شد؟ همین یعنی تو همینجا بود؟ خداحافظ.
یادگار اومد. جیلا تو حالت خوبه؟ خوبم دایی. جیوان تو ازش استقبال کن، منم الان میام. باشه یادگار، زود باش. خیلی خوب. جیلان این مشتری واسه ما خیلی مهمه، تو هم خودتو جمع و جور کن، باید به همون کمک کنی. هر کاری لازم باشه واسه شب میکنیم. دیگه نباید گریه کنی، دیگه نباید ناراحت باشی. خیلی خوب عزیزم، قول میدی؟ باشه، بیا بیا. بازم خوش اومدید. ممنون، ولی یکم پر ماجرا شد. عارف و ماهر کجان آقا نجات؟ اونا رو رسوندم دکتر. عارف خانم گفتن خوبن، ولی بازم خواستم دکتر یه معاینه‌شون بکنه. یکم دیگه باید برگردن. ممنونم، بفرمایید. ازتون ممنونم. بفرمایید. آبجادگار، همه چی مرتبه دیگه؟ عارفه، نویسنده اومد ولی تو رستوران مشتری نیست. ما سرمون گرم غذا شد، رستورانو یادمون رفت. پس بذار از ماهر بپرسم. چیو؟ تو رستوران مشتری نیست. خب بذار یه نگاهی بکنیم آب جادگار، شاید ما بتونیم کاری انجام بدیم. یه دور میزنیم میای. باشه؟ بگو نگران اون مسئله نباشه، اون با من. باشه آب جادگار، فهمیدم. خیلی خوب. ماهر؟ خوشخندم. ما واسه همه چی چاره‌ای داریم. داری چی کار میکنی؟ یکم دیگه رستوران پر از مشتری میشه. آخه چه جوری؟ نگاه کن، با این برنامه میتونی واسه کسایی که تا 1 کیلومتر باهات فاصله دارن اسمس بفرستی، تبلیغ کنی دیگه. قضیه حل شد. چه چیز خوبی. تموم شد. بگذاریم دیگه. حالا که داداش جیوان نجات دادیم، بریم سر کار خودمون. کار خودمون؟ عکسو چیکار کردم؟ نقشه نجات آبجی یادگار. بزن بری. پیاز سالاد فصل و اینم خمیر گردویی تند سبک جنوبی ماست. مخصوص سرآشپزه. نوش جونتون. ممنونم. سرآشپز، غذا خیلی خوب به نظر میاد، ولی این رستوران خالی مشکل ایجاد نکنه. ماهر حلش میکنه. چجوری؟ نمیدونم، کله پوک هر چی بگه حل میکنم حل میکنه. بیا نون پنیری حاضر شده. نون پنیری مخصوص با پنیر لورو ترخ. بفرم. خیلی ممنون. نوش جونت. اوضاع داخل خوبه. خدا رو شکر خوبه دیگه. فرصت خیلی خوبیه برای بزرگ کردن کارمون. تو حتما تو اون یکی رستوران کار میکنی؟ آره؟ نه راستش من درس میخونم. به بابام کمک میکنم ولی احتمالا دیگه درسم رو ادامه بدم. علی چی؟ قرار شد ماهر از این به بعد اینجا کار کنه. علی میخواد چی کار کنه؟ نمیدونم. اونم حتما یه کاری را میندازه، دیگه اینجا کار نمیکنه. ممنون. کار خیلی خوبی بود حسنا. راحت آروم منو رو سرشون میذارم. بهادینم، یکی مثل تو رو پیدا کردن، معلومه که میذارن رو سرشون. با جمالم حرف زدی. اونم تو رو ول نکرد نه؟ حرف بچه‌رم زدیم با هم. چی گفتی؟ جمال گفت یادش میاد وقتی اومدم خواستگاری تو، گفتم اگه بهم ندارش فرارش میدم. آی بهادینم حسنم. بخشیدیشون آبی. آبی یادم درست. کیه؟ کیه دختر؟ آبی ها دیگه بیا. عارفه
روز خوش خاله اسنا. روز خوش پسرم. مامان جون یه دقیقه بیا. کجا؟ حالا تو بیا. چرا؟ مامان گفتم بیا دیگه. گفتم بیا. بفهمید. عارفه و ماهر میخوان با آبجیم حرف بزنن. عارفه میدونه. چی رو؟ بختکو. همه منم نمیدونم تو این خونه کی چی و چقدر میدونه. باشتا باشتا. این چیه؟ بختک. کی؟ این عکسو تو رستوران داداش جیوان پیدا کردیم خاله حسنا. به احتمال زیاد میخواد با همین زن ازدواج کنه. آی این که چیزه؟ چیه؟ حسابی تو پره. خب آره دیگه، خب دوتا بچه به دنیا آورده، معلومه چاق میشه، طبیعیه. به دایی چیزی گفتی؟ ولی به نظرم از این به بعد باید بیفتی تنبال این سن مامان، هدف مشخصه. چی شد؟ برنامه‌مون جواب داده. آبجی یادگار پیام داده رستوران داره پر میشه. این خیکی چجوری میخواد اون لباس عروسو بپوشه؟ میگم مامان به نظرم این عکس قدیمیشه، ممکنه بعد از زایمانش باشه، ممکنه قبلش باشه، ولی هم خیکی هم توپ دست تو هم. بیافت اونبالش. عجب بختک. اینا دارن چی کار میکنن حاجی؟ میدونم، همین چی داره از کنترل خارج میشه. ببینم زودتر با داداش جیوان حرف بزن، وگرنه دل آبجی یادگار بعد جوری میشکنه. یادگار ای خدا، یادگار. مشکلات تمومی نداره. همه چی خیلی خوب بود، ازتون ممنونم. به رئیسمون در موردتون میگم، شاید یه روز با هم اومدیم و غذا خوردیم. امیدوارم، منتظرتون هست. خدا نگهدار. روز خوش. خدا حافظتون کنم. یادگار. خوشش اومد جیوان. تازه اگه سرمایه گذارم بیاره که محشره. تو چرا اینقدر دوست داری پیشرفت کنی؟ به خاطر خونه. چه خونه ای؟ جانم عمل ماز. جیوان باید در مورد یه چیزی باهات حرف بزنم، میشه زودتر بیایی اینجا؟ باشم، خیر باشه. باشه میام. جیوان خیر باشه. اما الماس بود. چی گفت؟ نمیدونم، میگه بیا خونه. بریم خونه. آه. جیوان اگه ناراحتی پیش اومد در آینده، مثلا اگه آبجی حسنا قضیه ما رو فهمید منو نخواست، چی کار کنی؟ همچین چیزی نمیشه یادی. اگه شد چی؟ ببین تو الکی داری میترسی، آبجیم از همه بیشتر خوشحال میشه. باشه؟ به نظر از مامانم بیخیال آبجی یادگار جاییم میشه. والا فعلا بیخیال میشه، ولی خاله حسناس دیگه بالاخره میفهمه. میگم به خاطر مامانم رابطهشون به هم نخوره. نه به هم نمیخوره، اونا هم دیگر رو دوست دارن. آره، علی و جیلان هم دیگر رو دوست داشتن. ببین به چه روزی افتادن. آره عارفه وایسا ببینم، ولی ما هیچ وقت از هم جدا نمیشیم و همیشه عاشق هم میمونیم. واقعا میگی؟ معلومه. تو اینجا وایسا. کجا میری؟ وایسا یه لحظه. وایسا ماهه. به چشم منم یکم آشنا میاد. نه نیست.
شاید آن تپیه. رنگ طلایی موهاش هم مثل رنگ موهای همشهریای ماست. منم قبلا موهام تقریبا این رنگی بود دیگه. آره؟ عجب. حالا هر کی که هست پیداش کردی دیگه حسنا. عمه پیدا کردنش مهم نیست. به عنوان خواهر بزرگترش باید برم. تو که میگی از جیوان نمیپرسم. اگه میخواست بگه تا الان میگفت. اون زنم که نمیشناسی. عمه ولی پیداش میکنم. یه حسی به هم میگه من به زودی این زن رو میبینم. حالا نگاه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. ماهه اینا مال تو هست. اینا چیه؟ ببین پنبه یه جرم کنمون. چطوره؟ ماهه اینجا یه دوست کاربلد دارم، صبح ازش خواهش کردم اینو نگاه بندازه. جنسش 100% پنبه است، یعنی تا معاینه بعدی دکتر میتونیم بپوشیش، مشکل نداره. ماهه ببین ببین 6 تا رنگشو خریدم. راستش من با این پیرنایی که میپوشیم خیلی دوستت دارم ها، ولی خب وقتی گرم کن میپوشیم با هم مثل این دو قلوها میمونیم، اینجوری خیلی قشنگ تره. ماما جیلانم گفتی بیام با هم حرف بزنی. بیا دخترم بیا بیا عزیزم. بیا بشین بشین عزیزم. بابا آدم نمیتونه از دست بچهش عصبانی بشه، دلش میخواد اونی که دوست داره رو درک کنه. منم امروز فکر کردم حسنا با هم حرف زد، جمال با هم حرف زد. بابا ما میخواستیم برگردیم، به خدا نمیخواستیم ناراحت شیم. بهایدین منو بخشیدی. جیلان جان جمال گفتم حالا که بخشیدیمشون. آره ممنون بابا. گفتم پس به بهیه بگو بیاید خواستگاری دختره. بهیه؟ و مادر پسر هست دیگه اصلا؟ یعنی اون افعی با ما فامیل میشه؟ ای بابا جیلان؟ بله بابا. تو خوشحال نشدی نه؟ چرا شدم؟ جیلان تو آبجی بدبخت شدم. چی شده؟ آبجی بابا با همون جمال حرف زده، گفته بیاید خواستگاری دخترم. چی؟ آبجی نمیشه، علی گفت همه چی تموم از هم جدا میشه. خب حالا شاید از رو عصبانیت یه چیزی گفته، میگذره. کی آخه ها؟ ای بابا داداش تو یه عمر رو سنگ وایسادی که ببینی که چراغ اتاقش روشنه یا نه. الان باباش گفته بیایید خواستگاریش، میگی از هم جدا شدی؟ ول کن تو رو خدا علی. به همین راحتی ها نمیشه داداش، خودت هم خوب میدونی. باشه میدونم داداش، میدونم جیلان رفت. خب حالا جیلان چی میخواد به اوسا بگه داداش؟ بگه ما نمیتونیم ازدواج کنیم چون قبلا ازدواج کردیم. آره تازه بعدم بگه از هم جدا شدیم. فکرتو بکن داداش، ولی دست به جنبون لطفا. داشتید فرار میکردید، گیر افتادید، اونا هم عصبانی شدن، ولی اگه بفهمن ازدواج کرده بودین قیامت به پا میشه. گفته باشم خوش اومدی. ممنون. خیلی گرسنم آبجه حاجی. وای فرفری بود، دوباره مهمونا تازه رفتن، کلی خوراکی داریم. برو. چه مهمونی؟ هیچی بابا، احتمالا شب برامون مهمون میاد، همین چیزی نیست. مهمون بیا. آهو وای داداش جیوان، از مهمون شما چی خبر؟ اومد اومد یه غذای عالی بهش دادم. وای خدا ام الماس داخله؟ آره بالا منتظرتونی. پس من برم پیشش. خیر باشه. او عزیزم تو هم برو برو. شبیه آنتپی هم هست، ولی ماشالله هیکلش هم خیلی خوبه. خاله حسنا به نظرت بابام کی میاد؟
میاد یارن جان، ایدا میاد، مراسم ما میاد، شما میرید، جای مامان و بابات مشخصه، همدیگر رو گم نمی کنید. نه پس ما همیشه اینجا میمونی؟ آره بمون، بشو آبجوی باهو جان، دختر من، نوه من، مگه چی میشه؟ من میشم ولی... تو میشی ولی چی؟ اگه مامانم ازدواج کنه چی؟ اون وقت نمیتونیم اینجا بمونیم مگه نه؟ آه اون وقت اوضاع عوض میشه، ولی فعلا خیلی تا اون موقع مونده، هنوز که خبری نشده. خاله حسنا جانم، اگه مامانم ازدواج کنه؟ با کی ازدواج کنه دختر؟ آبجی حسنا خوش اومدی یادگار جان. ممنونم، شما چطوری؟ خوبم، دارم با یارن حرف میزنم، وقتکم پیدا کردیم. ببین چه لباسی پوشیده، خیلی هم گنده است. ای خدا، عارفه و ماهر تو رستوران پیداش کردن، باید بگردیم ببینیم این بختک کیه. بختک کیه؟ تو درس تو بخون یارن. خدا نصیب هیچ کس نکنه. نگاش کن ببین، ببین چی پوشیده. این که خواننده است خاله حسنا. چی؟ این زن انگلیسیه خاله حسنا، خیلی معروفه، اسمش هم عدله. این انگلیسیه؟ آره. ای خدا انگلیسیه، ای خدا، ای خدا. عارفه خیلی ممنون دخترم. چی شده مگه؟ خیکی هم دست تو، توپ هم دست تو، بختک خواننده انگلیسی از آب در اومد. چی؟ خب منم تو رستوران پیداش کردم. آره اون کله پوک اگه به یه دردی میخورد تعجب میکردم. اونم به خاطر تو تلاش کرده دیگه مامان جان. لازم نکرده دخترم، من داداشه یادگار رو از آلمان آوردم اینجا، بختکم پیدا میکنم. بیا تو. عمه. جیوان بیا پسرم، بیا بشین. ببخشید که گفتم زود بیای. نه عمه، حتما کار مهمیه دیگه. آره در مورد رستورانه. نه اون کار بهاءالدینه، تصمیمشو گرفته، اینطوری صلاح دونسته، به ما هم ربطی نداره. پس چی شده؟ حسنا خب میدونه. چی رو؟ تو یادگارو. های آدم از هر چی به ترسه با همون امتحان میشه یادگار جان. چی آبجی؟ من همیشه میگفتم خدایا آدمای خوبی رو سر راه عزیزانم قرار بده. ببین جیوان رفت یه بختک پیدا کرد، جیلانم داره عروس افعی میشه، میبینی؟ ای بابا حسنا، مگه دروغ میگم بهاءالدینم؟ کس دیگه ای نبود که بخواییم باهاش فامیل بشین؟ دخترت عاشق شده به اون بگو. جیلان بدبختم، اون بدبخته، جیوانم هم بدبخته. این بختک یادگار جان شوهر خواهر نمیدونه، نمیدونه، اونم نمیدونه، من پرسیدم اونم خبر نداره، ولی همین روزا پتشو میریزم روی آب، میخواد دور از چشم من با داداشم ازدواج کنه. ببین جیوانم هم خودش قشنگه، هم کاروبار داره، اونم گیرش انداخته. تو دخالت نکن. دخترم یارن خیلی تکلیف داره آبجی، من یه سر بهش میزنم. برو دخترم، برو عزیزم، برو. یادگار جان. بله امی. ببینم اون طرف کیه. الماس داره با جیوان تو اتاقش حرف میزنه، همه یه جوری شدن، دنیاست دیگه. حسنا هم حق داره، به تو چیزی نگفته ها؟ نکنه واقعا پسرمون گیره یه زن بد افتاده باشه ها؟ من نمیدونم امی. شده مامان؟ چیزی نشده دخترم.
حسناست دیگه، بگه پیداش میکنم پیداش میکنه. عمه ما خودمون قصدشیم. میدونم پسرم قصدتون جدیه، ولی یادگار خیلی حساس. واسه همونم صبر کردیم عمه. خودش گفت، گفت بچه ها ناراحت نشن بعد که باباشون اومد. الان حسنا ندونسته یه حرفی میزنه که دلشو میشکنه. حواست باشه پسرم، یه کاری بکن نذار کسی ناراحت بشه. باشم. عمه تو از کی اینو میدونی؟ اولین باری که عمو دیدید فهمیدم، ولی چند ماه بعد دیدم. عشق به همین راحتی ها پیدا نمیشه جیوان جان، اما حواست باشه دست یادگار رو ول نکنی. خواهش دیب، مامانت اینجاست؟ یادگار، بیا میخوام باهات حرف بزنم. چی شده؟ بیا. الان فهمیدم که واسه چی اون کارا رو میکرد. واسه چی؟ آبجیم خبر نداره. داره؟ داره، ولی نمیدونه دنبال تو میگرده. چه فرقی میکنه؟ چه فرق میکنه؟ اگه بدونه این حرفا رو نمیزنه تو رو ناراحت نمیکنه. نه، آبجیت حق داره. یادگار، هیچ کس نمیخواد. کی میخواد؟ من میخوام. بریم. کجا؟ بگیم بهشون. دیوونه شدی بعد از این همه اتفاق؟ الان نمیشه. آره دیوونه شدم، هیچ کس واسم مهم نیست. باشه بیا. آبجی. ها بیا جیوان جان، از صبح تا حالا میخوام در مورد یه چیزی باهات حرف بزنم داداش. بشین. بشین یادگار. جیوان. گفتم بشین. پخش بین المللی زبان فارسی از موبیکس میدیا انترتینمنت. خیر باشه بسارا. شوهر خواهر، یه موضوع مهمی است که میخوام در موردش باهاتون حرف بزنم. آفرین یادگار جان، آخرش رازش کردی عزیزم. ممنون ممنون. آبجی حسنا. آبجی ما سب کن جیوان، حرفت یادت نره. الو حسنا خانوم، روزتون بخیر. من سوگی هستم از لباس هر روز فروشی. آه سوگی بفرما عزیزم. صبح واسه یه لباس هر روز اومدید، اون دوستم که لباسو فروخته بود اومد. خانومی که کنار برادرتون بود و شناخت، بگم کیه؟ ها بگو عزیزم بگو. بایستا بایستا آبجی. یادگار جان از اونجا یه قلم کاغذ بیار. می نویسم سوگی جان. ممنونم. بهایدی گفتم که خدا رو شکر. بگو سوگی جان اسمش چیه؟ یادگار یلدیز. یادگار یلدیز نوشتی؟ حسنا میخوام یه چیزی بگم، قطع کن بعدن حرف میزنی. آنها جیوان، حرفی که میخوای بزنی مهمه؟ مهمه شوهر خواهر، مهمه. مسئله مایی. منو یادگار.
منو یادگار. وای الماس، باز خودروش رو یه حرف زدن جواب داد. کدوم حرف زدن جواب داد؟ هیچی ساله هیچی. امه الماس به داداش جیوان گفت بگه دیگه. خودتو الماس، تو هم میدونستی؟ آره. چه عجیب، دایی آبجی یادگار. آبجی تو چرا تعجب نکردی؟ فرفری کجا؟ کله فرفری نرو وایستا ببینم. شوهر خواهر، تو در مورد آبجی میگفتی؟ خب ما هم عاشق شدیم، همو دوست داریم. جیوان اولش نفهمیدیم شوهر خواهر، یعنی وقتی بچه بودیم هم دعوا میکردیم مثل سگ و گربه، اون منو هول میداد من اونو هول میدادم، اون میافتاد من میافتادم. بعد وقتی دوباره اینجا همدیگر رو دیدیم فهمیدیم چیزی که بهش میگفتیم دعوا در واقع عشق بوده. اگه میپرسید چرا این همه وقت سکوت کردیم؟ خاله حسنا بیا گل کوچیک. یونس حواستو جمع کن دیگه پسرم. حسنا تو خوبی عزیزم؟ آره. فرفری، فرفری بیا عزیزم، بیا عزیز دلم، بیا بیا بسه مامانت راحت حرف بزنه. آه نه مامان، بیا دیگه. حسنا شنیدی جیوان چی گفت دیگه؟ جیوان داداشت. این چی گفت؟ یعنی چی گفت؟ از عشق گفت، گفت عاشق شدیم از بچگی. آبجی نه. چی؟ یعنی چی نه؟ یادم نمیاد. چیه یادت نمیاد حسنا؟ سرم درد میکنه. برای چی؟ به خاطر تو؟ حافظتو از دست دادی؟ آره. وای خدا، وای خدا، از آقاشو ببین آخی. نخون حسنا، ما رو دست انداز. آدم به خاطر توپ پلاستیکی تو سرش حافظش رو از دست میده آخه، نکن آقا. آبروی خودتو جلوی بچه هم میبری عزیز من. ببخشید یادگار. نه شوهر خواهر، این چه حرفیه؟ حسنا بیا صورتتو بشور، شاید حافظ دست برگشت. بیا عزیزم، بیا گل من، بیا بیا بریم، بیا. از این طرف. بهای دینم، گفتم فاسده بختکه، مثل پیچک سمی به جیوانم پیچیده. نگو نگو حسنا، چرا واسه همه چی اینجوری میکنی آخه؟ من از کجا میدونستم یادگاره؟ وای خدا، من چی کار کنم؟ چجوری تو صورت یادگار نگاه کنم ها؟ ای خدا، ای خدا. جیوان و یادگار؟ جیوان و یادگار. وای خدا. آدم میگه الماس، میگه میدونم، اشاره میکنه. بله گفتم دخالت نکن، حرف نزن. حاجی که اگه میذاش من خودم میگفتم. نتا چیکار کنم؟ تو هم میدونستی دخترم. امه اینو میذارم تو سرتو. یارن جان، یونس جان، قبلنم با هم صحبت کرده بودیم،
گفتم نظر شما چیه؟ در مورد زیر یه سقف بودن، با هم بودن، با داداش جیوانتون. تو همه اینا شما هستی. من فکری جز شما ندارم، نگرانی ندارم. این سه تا دست هیچ وقت از هم جدا نمیشن. باشه، قبوله. عزیزم، دختر گلم. عشق داداش جیوان آبجی یادگار یه عشق بی همتاست، البته بعد از ما. آفرین به تو آبجی، این همه وقت از خواهرت قایمش کرد. تو خودت نفهمیدی جیلان. خب نفهمیدم چی کار کنم، گفتم دوست دوران بچه‌ای. وایسین ببینم اونجا چه خبره. ها؟ کلی گرم کن پوش هست. نمیدونم، بریم ببینی. بریم بریم. من میپرسم داداش، داداش عذر میخوام، اینجا چه خبره؟ واسه مجله تو خیابون دارن عکس میگیرن، میخوان مدل گرم کن انتخاب کن. مدل گرم کن؟ بله. عارفه، این کار ماست. دقیقا. تازه واسه کاروانم یه پول کوچیک لازم داشتیم، نه؟ با پولی که از اینجا گیر میاریم حلش میکنیم. بابام چی؟ اوستان نمیبینه که، اوستان نمیبینه. اوستان از کجا میخواد عکس این مجله رو ببینه؟ بعدم عکس گرم کنه دیگه، چیز خاصی که توش نداره، فقط باید حرکت کنم، همین، چیزی نیست. آره. جیلان آبجی، گرم کن کار شماست، من اینجا منتظر میمونم. من هستم. خوبه داداش، از کجا اسم میریویسیم؟ از اینجا. جیلان امجا من واسه. منتظرم. عارفه بذار یه چیزی بهت بگم، ما اینجا شانسمون خیلی بالاست. به نظر منم همینطور. ما جوانیمون رو تو این کار گذاشتیم، اصلا خودمون مدل مانکنیم مگه نه؟ ما انتخاب میشیم. حتما حتما کار خودمونه. آره بابا، اینا اصلا به درد این کار نمیخوره. عارفه. سلام، چطوری؟ کمستای. آه باشا. ببین داداش دیگه بیخیال این ایتالیایی بازیاشو، این چه وضعشه؟ ما هم اینجای ما هم آدمیم مگه خدا بخواد. باشه، اینجا چی کار میکنی؟ عکاسی خیابونی. دارن واسه عکاسی گرم کن دنبال مدل میگردن، ما هم اومدیم اینجا تست بدیم. وای خیلی خوبه. چی خیلی خوبه؟ یعنی من هم میتونم شانسمو امتحان کنم. چی؟ تو میخوای واسه گرم کن امتحان بدی؟ آره، شانس دیگه، شاید من انتخاب شدم ماهه. ببین یه چیزی میخوام بهت بگم عارفه، این داداشمون خیلی رو مخه، این پسره بازم پیدا شد، دو دقیقه نشده باز پیدا شد. آخه چه وضعشه؟ باشه بابا، نمیتونم آروم باشم. یعنی چی آروم باشه؟ اگه این انتخاب بشه بعد قاطی میکنم، به خدا که خون به پا میکنم. اینجا من گفته باشم نگی نگفتم. ماهه بس دیگه. خیلی خوب دوستان، نفر بعدی لطفا. جیوانم بیا آبجی. اشتباه کردم، حالا چجوری جبرانش کنم؟ جبران میکنی آبجی، جبران میکنی. آه پس میگی تصمیمت قطعیه؟ آبجی نه، خواهرتم دیگه، کنجکاو شدم پرسیدم. آبجی تو همیشه چی میگفتی؟ مگه نمیگفتی جیوان جان تن خواسته من اینه که تو اونی که دوست داری رو پیدا کنی؟ آره پیدا کردم دیگه آبجی. خدا رو شکر. آبجی از این به بعد به یادگار بدون من، به منم بدون یادگار فکر نکن. چی کار کنی؟ به نظر خودت چی؟ ازش خواستگاری کردی؟ از کی خواستگاریش کنم آبجی؟ یادگار که کسی رو نداره. اینم درسته. اینا رو بسپر به من، تو فقط یادگار رو تو دلت جا بده. جیوان، یادگار دختر منه. میدونم آبجی، توپ دست توه. باشه. خب، حالا لبخند بزنیم؟ عالی. مجله این ها بجی؟ آره مامان اینا راست میگه، مغازشون خیلی کوچیکه. مامان اینا هیچ وقت نمیبینه. آره بابا،
یه لبخند دیگه؟ اینجوری؟ آره، راحت باشید. طبیعی رفتار کنید. حالا دستتون رو دراز کنید. کجا؟ انگار که دست یکی رو گرفتید. انگار دست یکی رو گرفتم؟ اینجوری؟ عالی. خیلی خوب. تمومه؟ بله. حله؟ آره حله. بیارفه، استرس نداشته باشی، خیلی راحته. خیلی راحته بابا. خب لبخند بزنی؟ راحت باشی، طبیعی رفتار کن. طبیعی. دستتون رو دراز کنید. انگار که دست یکی رو گرفتی. کنارتون، آره. خیلی خوبه. آفرین. خیلی خوب بود. فقط طبیعی رفتار کن. طبیعی تر. عالی. عالی، خیلی خوبه. کارتون خوبه. مامان چی کار میکنی؟ ای خدا، پیاز چه میخورم؟ مگه قرار نبود نخوری؟ روزی یه دونه میتونم بخورم. تو هم قرار نبود گرم کن بپوشی. این پنبه‌ای ماهر زاده واسم میدوزن. آبجی یادگار بالاست؟ آره، عارفه دخترم، برو بالا ببین یادگار تنهاست یا جیوان پیششه. برو پیششه؟ چیه مگه؟ چند ماهی که پیششه. آره دیدیم چی شد. یادگار دست من امانته. خب اونه که پیششه هم دایی غریبه نیست که. تو اول فکر کن ببین باید چی کار کنی که ببخشتت. یه راهی پیدا میکنم. ول کنید مامان، به نظرم نباید کسی دخالت کنه. نه که فقط هم منم، جز من کس دیگه دخالت نمیکنه. باشه تموم شد. اونی که من خوردم خیلی کوچیکی بود. نه خور ماما، کوچیکترینش خوردم. خور دیگه. یادگار، خب چی میگی؟ نمیدونم. خوب شد دیگه همه دنیا میدونن دوست دارم. آره جیوان. کیه یادگار؟ تازه به همشون گفتیم، جلوی همه که نمیشه. همه خوابیدن، چی میشه؟ چیزی نمیشه که. یادگار دخترم، شب بخیرمه. شب بخیر دخترم، شب بخیر عزیزم. این خوشگلا رو ببین ساله، خوب بخوابید. خوب بخوابید عزیزم. ممنونم. شب بخیر. شب بخیر هجیک. بس من بیام. صبح میبینمت. آره صبح میبینمت. خوب بخوابی. تو هم همینطور. Thank you.
عمی تموم شد دیگه رفتم. ما واسه چی نشستیم؟ چه میدونم میخواییم چی کار کنیم؟ یکی چیزی رو یادش میره، میره تو اتاق اون یکی. استغفر الله. من میگم یکم دیگه سب کنیم. آره باشه. یکم دیگه بیا بالکن. از عمه ها چی؟ عمه این چای چارومه، یا شروع کنیم به قهوه خوردن یا بریم بخوابیم، دیگه راه دیگه ای نداریم. چی کار کنیم؟ بچه هم خوابیدن. خوبه. ما هم بلنشیم دیگه. ناره باشید بگیم. ما هم بلنشیم. حاجی دخترم دستتو بدار بلنشم. باشم. ای خدا چرا حالم میدی؟ وای سالا میفتم. وایسا دخترم بزن من برشته. بریم امه بریم. نه 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 من میبرم این شرطه. خوب بخوابید. برید خوب بخوابید. خوب بخوابید. بیا دارم میام. یونس مامان و داداش شیوا میخوان ازدواج کنن. یونس دنیای تبلیغات باید منتظر ما باشه. داریم با سر واردش میشیم. کی معلوم میشه آبجی؟ برنده رو میگی؟ فردا. پولش هم خیلی خوبه. جیلان ماهر خیلی دوست داره، ولی خب سخته. بین اون همه آدم ما رو میخوان چی کار آخه؟ البته ماهر خیلی خوش تیپا، اون به کنار. خب؟ آخه یاقیت هم شرکت کرده. ماهر نشنوه آبجی. جیلان گرم کن، بیشتر از هر کسی به ماهر میاد، اینو بدون. ما داشتیم با عارفه و جیلان تو ساحل راه میرفتیم داداش، بعد انگار پسر بومی کشه، نمیدونم چجوری ویو یهو پیداش میشه داداش.
تازه تو مسابقه هم شرکت کرد. اصلا حرکت های عجیب غریبی هم انجام میداد. بعد من تو دل خودم گفتم چی کار میکنی پسر؟ چی کار میکنی؟ دنبال چی هستی دقیقا؟ عجیبه واقعا. بگذاریم بابا. علی داداش دیگه چقدر میخوای کشش بدی؟ چیو؟ ببین باشه حق با توه، دلت شکسته، خودم رو میذارم جای تو. اگه عارف منو اونجا ول میکرد میرفت. داداش گفتم اگه بری همه چی تموم میشه و بازم رفت. الان من چیو دارم کش میدم؟ باشه ولی جیلانم حق داشت دیگه. جیلانم حق داشت داداش، دختر بیچاره تو شرایط سختی بود. تازه الانم خیلی ناراحته. آبجی، به نظرت عمو جمال به علی گفته؟ قضیه خواستگاریو؟ مامان اینا فردا شروع میکنن به پرسجوها. ببین جیلا، اون قضیه تو این بلبشو گم میشه. درد مامان آبجی یادگاره، باید کاری کنه که اونو ببخشه. بعدش هم مطمئنن دایی یه کاری میکنه دیگه. ازدواج؟ تا اون موقع هم شما آشتی میکنید. دعا کن نیان. اگه بیان میخوای چی کار کنی؟ شما همین الانم ازدواج کردی. میدونم ولی اگه اصلا نیان چی عارفه؟ میان عزیزم میان. علی که تو رو ول نمیکنه. پیدا کردی؟ پیدا کردم عزیزم. انشالله که خوشش بیاد. بهایالدین جانم عزیزم، اگه نخواد چی؟ اون همه حرف به زدیم، اگه از این به بعد ما رو به خودش نزدیک نبینه چی؟ میبینه، همونطور که اون دختر ماست ما هم مامان و بابای اونیم. حل میشه، حالا میبینی دیگه انشالله. ببریم امی چای؟ ممنون دخترم. بده. جیلان عزیزم مبارک باشه. دخترم جمال اینا میخوان بیان خواستگاری. آره حواسمون پرت جیوان شد. جیلان رو یاد میار میار بهشون خبر دادیم. مبارک باشه. کی میان؟ میگم کی میان خواستگاری؟ راستش هنوز معلوم نیست همه جون، اول باید کارهای دائیم حل بشه. آها یادگار نیست حسنا؟ نیست عمه، از تو بچه ها رو برداشته رفته. حتما نخواسته باد رو در روشه. حق داره، ندونسته قلبشو شکستیم. حسنا به جیوان قول داده امروز هر کاری بتونه میکنه دلشو به دست بیاره. آره. میخوای چی کار کنی حسنا؟ عمه یه تاب دارم که از آن تب آوردم. جیوان و یادگار وقتی بچه بودن ازش پیاده نمیشدن، همش میگفتن من سوار میشم. خب میخوام اونو درست کنم به نشونه یه عشقم. تاب کافیه؟ واسه شب یه فکرهای دیگه ای داریم. چی؟ میگیم آبجی، همه چیه که آماده کردیم بهتون خبر میده. اون کارو که بکنیم دیگه آشتی میکنیم. انشالله. نمیتونم جیوان، چطوری تو چشمای آبجی نگاه کنم؟ نگاه میکنی یادگار، اون آبجی منه. باشه آبجی منم هست، ولی من عروس رویاهاش نیستم. عروس رویاهای منی. صبح بخیر سرش بس. صبح بخیر یادریس. آقا نجات نوشتشو نوشته. جدی؟ همون مهمونه دیروز؟ بله. بازش کن ببینم. خیلی خوب باشه. خب باز کن ببینیمش.
خب ببینیم چی نوشته. کجاست؟ اینا. وای 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 وای، غذاهای رستوران سرآشپز جیوان معرکه. دیگه چی نوشته؟ مواد غذایی تازه، پیش خدمت های خونگرم، غذای خوشمزه. ولی مخصوصا بهتون پیشنهاد میکنم بدون خوردن نون پنیری ترخون و پیاز عینی که تو پیش غذا از رستوران خارج نشه. نون پنیر ترخون مال تو؟ پیاز عینی. دستور پختشو تلفنی از شوهر خواهر گرفته بودم. اونایی که امروز میان حتما سراغشو میگیرن. آره درستش میکنی دیگه یادگار. درستش میکنم. تبریک میگم سرآشپز. تبریک میگم استاد. حتما نتیجه میده. انشالله که میده. همه برن سر کارش. برید دیگه. خیلی خوب، پس من میرم آشپزخونه. ما گفتیم دوست دوران بچگی همان، ولی اینا عاشقن. ما به فکر دو نفر دیگه بودیم، اینا هم اضافه شدن. پس عروسیشون رو با هم میگیریم، نه بهایالدین؟ انشالله. جمال، من با استاد حرف زدم، مرخصی گرفتم، یه کار کوچیک. چه کاری؟ بابا با حسنا میخوایم یه کاری واسه یادگار بکنیم، ببینیم انشالله درست میشه یا نه. خیلی خوب، باشه تو رستوران میبینمت. برو. الو شوهر خواهر، شرمنده مزاحمت شدم. نیادگار جان بفرما دخترم. من میخواستم یه چیزی بپرسم. پیاز، پیاز عینی، همونی که تلفنی دستور پختشو ازتون گرفتم، نتونستم بنویسمش. میخواستم بگم میشه دوباره بهم بگی؟ به خونه زنگ بزن دخترم. باشه، من یکم کار دارم. پیازو میگم حسنا بهتر از من بلده، از اون بپرس، اون بهت بگه بهتره. آره ولی شوهر خواهر. فعلا دخترم، فعلا یادگار جان، فعلا فعلا. این خره مرده سنگینه، کمرم شکست. چجوری شکست؟ این که کل سنگینی سمت منه. حسنا تاب اینه. آره همین عمه، خیلی کهنه شده. عمه باید تو شکاش عوض بشن، یه رنگم میخواد. همین باهاش خاطره دارم ساده. آره باشین دیگه. اون چیه حسنا؟ نوشته رفیقه. مادر یادگاره. پشتش هم نوشته یادگار. عجب. دختر اون دیگه از کجا در اومد؟ نمیدونم عمه. آبجی آبجی تو خونه صف دارین گوش بدین. آره بریم. آره بریم بریم. یواش. واقعا باورم نمیشه. خیلی ممنونم، خیلی ازتون ممنونم. نمیدونم چی بگم. خیلی دمتون گرم. البته که میایم، البته حتما میایم. آره خیلی ممنون، متشکرم. روز خوش، روز خوش. چی شده؟ هوهو. یعنی چی شده داداش؟ ماهر مدل معروف امروزی جلوت نشسته ها. چی؟ برنده شدیم پسر. من عارف عکسمون میره تو مجله، یعنی ما رو انتخاب کردن. آفرین داداش. ولی اون پسرم زایه شده نه؟ اون پیش شما چی کار میکنه؟ ها؟ پسره رو میگم داداش، پیش شما چی کار میکنه؟ والا منم نمیدونم، همینجوری همش همه جا پیداش میشه، اصلا نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. ولی بگذاریم داداش، چون ما این عضله ها رو الکی نساختیم، یعنی چند سال بود که میدونستم یه روز یه جایی به درد میخوره. میدونی آره یکم روشون چربی گرفته، ولی خب میدونستم یه روز به درد میخورن دیگه. وای وای، خوشخندم زنگ زد. خوشخندم، منم الان می‌خواستم بهت زنگ بزنم. سلام ماهر، یه خواهشی ازت داشتم. میگم میشه قبل از اینکه بری رستوران یه سری به ما بزنی؟ مامانم یه تابی داره، باید ببریمش رنگش کنن. ها میان؟ معلومه که میان، بهترین خوشخنده دنیا. مگه میشه نیام؟ بهترین خوشخنده خودم. ها؟ واسه عکاسی مجله ما رو انتخاب کردن. از بین 15 نفری که باشون مسابقه دادیم سر بلند اومدیم بیرون عارفه. ما اول شدیم، ما رو انتخاب کردن. واقعا میگی؟ برنده شدیم چیلا؟ ببین میخوام یه چیزی بهت بگم. علی هم الان پیشمه، جیلان هم اونجاست. حرفی نداری؟ علی خیلی خواب، ولش کن بگذاریم. من الان میام تابو با هم دیگه میبریم، بعدش هم میریم رستوران. باشه خوش خندم.
باشه، کاروان واسه ماست. آره واسه ماست. چیزه میگم علی هم میاد. باشه پس ما منتظری. نمیاد. مگه علی تو رو ول میکنه؟ میاد دیگه. های این نوار چند ساله اونجاست، من چطور ندیدمش؟ توش چی هست حسنا؟ نمیدونم، انگار رفیق ضبطش کرده. تا وقتی زنده بود یه روز من خونه اون بودم، یه روز اون خونه من، اصلا از هم جدا نمیشدیم. آبجی شاید وصیتش. ای خدا از دست این. شاید چیز مهمی توشه آبجی، کی میدونه؟ آره هاچیک راست میگه. وگر نواسه چی باید نوارو تو بالش دایم میکرد حسنا؟ خب گوش بدیم میفهمیم دیگه. نوار 40 ساله رو پیدا کردیم ولی هنوز ضبط رو پیدا نکردیم. بجام دیگه دختر. پیداش کردیم آبجی. ای اونو با هایدین خریده بود. چه آهنگای عینی خوبی گوش میدادیم نه؟ دختر بجام بیارش، بیارش گوش بدیم. میخوام بیارمش ولی واقعا سنگینه، بیا تا کمک. دختر من تازه زایمان کردم، سزارین کردم، چه جوری بگیرم؟ وای بذار بچرخونمش. ای خدا. عمه بگیر دیگه دختر. من نمیگیرم. من چه جوری بگیرمش آخه؟ ای خدا اینجوری بگیر، بگیر میکردن. گوششو بگیر بچرخون. آبجی سر را منم میرسونین رستوران؟ آره میرسونیم جیلان، ولی چی شد تو دانشگاه تو بیخیال شدی؟ چه میدونم، امیدوارم دیگه. میگم شاید علی بیاد. ببین واسه بار آخر دارم میپرسم، میخوای به ماهر بگم باش حرف بزنی یا نه؟ حرف زد دیگه آبجی، مشکلی حل نشد. خانوما خانوما، این شما و این بهترین مدل ماهر. چرا اونجوری میخندی؟ تو رو انتخاب کردن دیگه، تو هم دیگه یه ملکه با تاج و تختی. مگه دروغ میگم؟ ما رو انتخاب کردن. حتما یه اشتباهی شده. چه اشتباهی؟ ما رو انتخاب کردن دیگه، نکنه به اون پسر زنگ زدی؟ نه. خب کاش یه زنگ بهش میزده میگفتی ما رو انتخاب کردن. ای ماهه ولش کن ولش کن، بیخیال. تاب کجاست برم برش دارم؟ مامانم اینا تا نوارو دیدن تاب ما با فراموش کردن. چه نواری؟ نوار مامان آبجی یادگار. ما هم هنوز گوش ندادیم، نمیدونیم. حالا باید ضبط رو پیدا کنن ببینیم چیه توش. فهمیدم ولی نه کامل. آهای دختر خیلی خاک گرفته، خاکشو بگیر حاجی. میگیرم دیگه آبجی. حسنا نوار کجا؟ دست منه عمه. بجم دخترم. آی اینم همیشه بهایدین روشن میکرد. آبجی دکمه رو میزنی، نوار رو میزنی، کار میکنه دیگه. باشه باشه. دکمه دکمه عمه، این یه دکمه داشت، فشارش میدادی درش باز میشد. مامان چی کار میکنید؟ عارفه بیا دخترم، این نوار بذار تو این. ماهر پسرم خوش اومدی، بفرمایید. ممنون، خیلی ممنونم عمه صالحه. گذاشت نوار خاله رفیقته. وای خدا میدونه الان چه وصیتی تو نوارش کرده. دختر تو هیچ چیز خوبی به ذهنت نمیاد، از صبح همش وصیت میکنه. فقط واسه حال و احوال پرسیدن که نوار پر نمیکنن. آبجی دارم روشنش. آره روشنش کن. چی شد؟ نمیچرخه. یعنی چی نمیچرخه؟ چرا نمیچرخه؟ یه لحظه، اینجوری نمیشه، باید سرشو شل کنیم. ماهر تو از ضبط سر در میاری پسرم؟ ماهر از همه چی سر در میاره. پس یه نگاهی بهش بنداز. نگاه بکن ببین مشکلش چیه پسرم. از برقشه. بابا اینجوری نگو دیگه عمه. یه لحظه. خب سی از مثبت رفته، از رگولاتور به آمپرمتر رسیده. نوار لاستیکی داری؟ آره 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 امتر. اینا این سوخته تموم شده. بیا